درآمد ایران از فروش نفت در سال گذشته بالغ بر 43 میلیارد دلار بوده. با این حال نه تنها هیچ گونه تغییری در بهبود وضعیت اقتصادی مردم صورت نگرفته، بلکه شاهد این هستیم که تورم و گرونی به بالاترین نرخ خودش رسیده. اکثریت مردم هم به زیر خط فقر سقوط کردند. سوال اینجاست که خب این 43 میلیارد دلار کجا رفته و صرف چه چیزی شده؟ همراه میشیم با آقای فردین ماهوچیان، تحلیلگر امور سیاسی. با سلام و خوش آمد به شما آقای ماهوچیان. ابتدا برام بگین که خب این پولها خرج چی شده و به کجا رفته؟ با سلام به شما و بینندگان خوب تلویزیون ایران آزادی، طبق آخرین گزارش بولتن آماری اوپک، درآمد نفتی رژیم نزدیک به 43 میلیارد دلار در سال 2022 بوده و این درآمد اما در بودجه کشور قابل رویت نیست و فروش نفت جزو اسناد محرمانه کشوری تلقی میشه و بخش بزرگی از این درآمد همونطور که همه ما میدونیم وارد بودجه عمومی یا صندوق توسعه ملی نمیشه و به طور مستقیم برای به اصطلاح چند بخش اصلی در ارکان رژیم هزینه میشه که مهمترینش تجهیزات نظامی هستش که در خدمت صدور تروریسم و سرکوب در داخل کشور، بعد تأسیسات هسته‌ای هستش و هزینه‌های دفتر خامنه‌ای و حتی این درآمدها و این بودجه‌ها در میان اعضای خود دولت به صورتی میشه گفت که تنها تعداد انگشت شماری هستن که از جزئیات اطلاع دارن. حتی برای مثال منابع حاصل از فروش برخی پایانه‌های نفتی مثل خارک مثلا حتی به حساب‌های دیگه‌ای بجز خزانه‌داری کشور ریخته میشه. بیشتر درآمدی که رژیم از به اصطلاح فروش نفت داره هزینه نظامی داره و دفاعی. برای کی؟ هزینه نظامی و دفاعی برای سپاه پاسداران. مثلا در بودجه 14402 10960 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده برای سپاه، با اینکه در هیچ کدوم در قوانین به اصطلاح بودجه سال 1401 درباره ساخت پهپاد شما اثری نمیبینید. ساخت تولید پهپاد تنها در بودجه 1400 هزار میلیارد تومان ردیف بوده و این تعریفی از یک بودجه پنهان داره یا یک بودجه سایه میشه بهش گفت. هرچند که فروش نفت به اصطلاح رژیم عملا دردی رو از مردم ایران دوا نمی کنه و بیشترین نفتش رو هم به چین میده به خاطر تحریم ها و اون هم تازه به اصطلاح شرکت ها و پالایشگاه های کوچیک به قیمت های بسیار بسیار ارزون که به جاش یا به اصطلاح کالاهایی رو میگیره که کالاهای اساسی باشه یا کالاهای نظامی باشه و یا اینکه ارزی میگیره که جز دلار باشه به خاطر تحریم ها. رژیم فقط توی 44 سالی که درآمد نفتیش رو بخوایم حساب کنیم اعلام شده بالغ بر 1400 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، یعنی بیشتر از تمام دورانی که در ایران نفت فروخته شده. مثلا تو دولت احمدی نژاد 618 میلیارد دلار فروش نفت داشته یا تو دولت روحانی 350 میلیارد دلار و تو بقیه دوره هم همینطوری بوده که در 44 سال حکومتش درآمد نفتی داشته. اما از این درآمد نفتی چیزی به اصطلاح در دسترس صاحبان اصلی این سرمایه ملی قرار نمیگیره و میتونیم فقط به این چیزی که بسنده میکنیم از این درآمد نفتی که جزء بودجه سایه و پنهانش استفاده میشه، ما میلیون ها حاشیه نشین داریم، چاپ 381 میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه داریم، ریزش 70% مردم به زیر خط فقر رو داریم و فلاکت و سفره های خالی که من فکر میکنم که تا موقعی که این رژیم هستش با این اختلاسات، با این دزدی ها، با این فساد نهادینه شده چیزی از فروش نفت عاید مردم نخواهد شد که ما فقط تنها روزنه‌ای که داریم قیام هستش و سرنگونی این رژیم هستش که اون هم دور نیست تا بتونه این سرمایه‌های ملی که به همه مردم ایران تعلق داره
به دست صاحبان اصلیش برسه و در یک جمهوری که مردم در اون نقش داشته باشند از شر این رژیم راحت بشیم و به رفاه و آسایش برسیم. بله، با تشکر از آقای فردین ماهوتچیان تحلیلگر امور سیاسی.